مهمان من در این برنامه به دیگر برای مخاطبان برنامه های خبری و تحلیلی تلویزیون های بلوملالی چهره ای آشناست. تحصیلات دانشگاهی و حرفیش علوم سیاسی و حقوق است ولی تخصص و حوزه تحلیلیش امنیت ملی و سیاست است و به طور مستمر در رسانه های جهانی این مسائل و تحولات سیاسی ایران را تحلیل می کند. آرش آرامش در سیاست داخلی امریکا هم از طرفداران حزب دموکرات است. از نظر او آیا امنیت ملی تعریف جهان شبول مشخصی دارد؟ چه رابطه است بین امنیت ملی و امنیت بلومرلی به خصوص از زاویه دید ها؟ نگاه امریکا به نقش و موقعیت ایران در امنیت بلومرلی و منطقی و ارتباط با امنیت ملی امریکا چیست؟ در این نگاه چه تفاوتی بین دو حزب عمده امریکا وجود دارد؟ آقای آرش آرامش به برنامه به ببر دیگر خوش آمدید متشکرم از بدین از همون حوزه تخصصی خودتون یعنی امنیت ملی شروع کنیم و سوال هایی که در مقدمه مطرح کردم امنیت ملی یعنی چی آیا یک تعریف جانشمولی وجود داره که برای همه کشورها یکسان باشه هم بین فلاسفه سیاسی و هم بین حقوق فکر کنم سر این قضیه یه اختلافی هست به خصوص اینکه از کدوم خواستگاه سیاسی از کدوم جغرافیایی میان من تعریفی که خودم از امنیت ملی دارم با تعریف تقریبا غربیش و غربی لیبرال دموکراتش بیشتر منطبق هست یک مجموعه هست از امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیت نظامی یعنی که فقط صرف اینکه شما حالا بمب اتم دارید یا موشک های دور برد دارید یا یعنی اینکه صرف اینکه در کشور مثلا یک هیچ خارجی رو راه نمیدن و خارج نمیشه این امنیت ملی رو آنچنانی که من اون رو تعریف میکنم با اون مثلا نسخه کره شمالیش خیلی فرق میکنه خاطر همین امنیت سیاسی اقتصادی به اضافه اینکه یک سری امنیت ذهنی شهروندان اون استفاده این که مثلا ارزم بزرگ شما بدونن در مقابل قانون یک امنیتی دارن اگر تمام این فاکتورها نباشه صرف اینکه کشور در جنگ نیست یا صرف اینکه کشور امنیت نظامی و امنیت امنی در داخل خاک خودش داره این فقط یکی از این چند فاکتور امنیت ملی رو برای من به قول معروف ارضا میکنه که اون هم خیلی ناقصه آها علت این که من این سوال رو میپرسم اینه که برداشت های متفاوتی از امنیت ملی در کشورهای مختلف میشه چه بسا در خیلی از کشورها مردم رو به اتهام مخل امنیت ملی بودن یا تهدید کردن امنیت ملی به محاکمه میکشن چه بسا میکشن حتی ولی در همون شکل مثلا در کشورهای دیگه اصلا اعتنایی به این مسائل ندارن که کسی اتهام بزنن از این زاویه است که من این سوال رو کردم که آیا تعریف جهان وجود داره برای من فکر می‌کنم اون اتفاقی در بعضی جا میفته به خاطر اتهامات ام. امنیت ملی میان کسی رو میکشن ام. یا دادگاهی می‌کنن یا اینکه خب اتهامات نادرست میزنن بستگی به مشروعیت خود اون نظام هم داره بالاخره ام. در هر کشوری یه سری جرم های هست که جرم‌های امنیتی عذاب میشن به جرم امنیت ملی ام. حتی در ایالات متحده که یک سیستم خیلی پیچیده قضایی داره به سیستم مستقل قضایی هم داره اما در کیس های امنیتی و بعضی موقع کیس های امنیت ملی پرونده امنیت ملی برخورد ها متفاوته ولی اینطور نیست که یکی رو بیارن بگیرن به خاطر حرفی که زده یا چیزی که نوشته بخواهن بگیرن اعدامش کنن یا به مشروعیت خود اون نظام هم رب داره در جایی می آزادی بیان هست ولی آزادی بعد از بیان نیست خب این خودش یک شاخصه است از اینکه امنیت و امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی در اون کشور برای نه مخالف هستن موافق و از موافقین فقط سرسپرده باشن که در اونجا بتونن فعالیت بکنن ولی با این تعریفی که در امنیت ملی و اختلال در امنیت ملی اون رو قانونگذار باید تعیین بکنه و اون قانونگذار مشروعیتش از رأی مردم میگیره به خاطر همین موقعی که قانونگذار مشروع نیست قوانینی که قانونگذار میگذارد برای مردم مشروع نیست و قضاتی یعنی هم که اون قانونهای قانونگذار رو اجرا میکنن و یا تفسیر میکنن مشروعیتشون از دست دادن <تص> حالا چه رابطه ای هست بین امنیت ملی و امنیت بین به خصوص از دید ابرقدرت ها مثل امریکا مثلا یعنی بعضی موقع این استنباط میشه که بعد از این کشورهای بزرگ حضورشون در مناطق مختلف رو در چارچوب در قالب امنیت ملی خودشون تعریف میکنن و توجیه میکنن بدون شک هر کشوری باید بر اساس منافع ملی خودش که یکی از این منافع ملی امنیت ملیش هست رفتار داخلی و خارجی رو تنظیم بکنه ما همیشه یه ضرب مسئله داریم میگیم سیاست خارجی بنگاه خیریه نیست بالاخره شما ممکن حالا بنگاه بکنید پولی هم بدید ولی اون عملا حالت سرمایه گذاری میمونه برای این کیسی از ازش بگیرید یک نمونه به شما یک مثال خدمتون عرض بکنم مثلا بعد از اتفاقات 11 سپتامبر تعریف امنیت ملی تا حد زیادی هم در ایالات متحده عوض شد خیلی زیاد منطبق تر شد با تعریفی از امنیت بین الملل. قبل از اون اگر در حیطه داخلی و امنیت داخلی اتفاقی میافتاد مخاطب آمریکایی خیلی بیشتر اون رو مربوط به امنیت ملی میدانست تا اتفاقی در خارج از کشور داره میفته 11 نا... سپتامبر اون رو برای خلق الله عوض کرد نه برای حال متخصصین که به مردم هم الان یک نیم نگاهی بیشتری دارن به امنیت بین الملل و چه اتفاقات میفته یکم دوم موقعی که کشوری امنیت ابرقدرتی امنیت ملیش دچار چهار مخاطره میشه و احساس تهدید میکنه دست به یک اعمالی میزنه که میتونه حال امنیت بین الملل رو یا شکننده تر بکنه یا امنیت بین الملل رو پایدارتر بکنه بعد از اتفاقات 11 سپتامبر ما میتونیم حرکات و اتفاقاتی رو که اتفاق افتاد و حرکات و عملیات های نظامی ایالات متحده رو در افغانستان و عراق اینطوری تفسیر بکنیم که آیا از سر ضعف امنیت بود که حرکت تندی کرد یا از سر کسرت یا به قول فوزونی امنیت بود و دوم و نکته آخر اینکه که فقط این نیست استفاده از پهپادها عملیات های نظامی همه این هایی که ابرقدرت به عنوان اعمالی در راستای امنیت ملیش و منافع ملیش میبینه بالاخره تاثیر مستقیمی داره روی امنیت بین الملل و در روابط بین الملل بین او متحدینش و دشمنانش حالا از این زاویه نگاه امریکا به نقش و موقعیت ایران در امنیت بین و, و منطقی و ارتباط اون با امنیت ملی امریکا چیه؟ اگر حزبی صحبت نکنیم برگردیم به مراکز نظامی امنیتی ایالات متحده رو این کار تحقیق میکنن تحقیقشون بسیاری هم به صورت طبقه بندی شده نیست شما میتونید برید در آرشیو ملی یا در کتابخونه بشینید و اینا رو بگیرید بعضیش که خود طبقه بندی هست طبقه بندی شده است که باید خب دسترسی طبقه بندی شده داشته باشید وزارت دفاع خزانه داری و وزارت خارجه خب وزرا و معاونین میان میرن اما اون کادریا هستن و تحلیلای خیلی تحلی خوبی هم نوشتن از سال 1979 یعنی 1357 خورشیدی به اینور تحلیل ها بر این بوده که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به خصوص از جنگ عراق گروگان که دیگه شروع شد جنگ ایران عراق و اون صدور انقلاب و اون صدور انقلاب شیعی ضد استکباری ضد به قول معروف استثماری که اینها میخوان ساده بکنن در کاملا شاخ به شاخ مستقیم هست با منافع ملی ایالات متحده و متحدینش چرا چون ایالات متحده منفعت خودش رو و منافع و امنیت ملی هم هم در منطقه با چند فاکتور می‌بینه یکم امنیت اسرائیل دوم امنیت متحدین بعدی مثل عربستان سعودی کویت امارات و کشورهای دیگه عربی مصر و سوم مبادله و امنیت راه تبادل و تجارت به خصوص سوخت فسیلی مثل نفت اینها براش خیلی مهمه در جریان جنگ عراق که پیش آمد و بعد از که ایالات متحده به عراق حمله کرد در سال 2003 میلادی عملا یکی از بزرگترین دشمنان جمهوری اسلامی از سر راش برداشته شد یعنی آمد این مثل یک خمره رو باز کرد که از اون این به قول مرفت دیو طرفدار ضد طرفدار به قول مرفت انقلاب شیعی و ضد امپریالیستی آمریکای خودش آمد نشان داد جمهوری اسلامی از این قضیه خیلی استفاده کرده و هنوزم داره میکنه عملا بزرگترین قدرت پرنفوذ از عراق همین مشکل ایالات متحده دارد با ایران یا جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر مثلا حمایت اونها از معارضین شیعه در بحرین در یمن حوثی ها نفوذ بسیار گستردش در لبنان و حزب الله که خطری هست هم برای اسرائیل هم خطری است برای بقیه منافع ایالات متحده و فرا منطقه در ونزوئلا بولیوی و حتی در کوبا کلا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت ساختار شکن میبینه ایالات متحده فرق خیلی زیادی بین جمهوری خواه دموکرات نمیکنه فقط فرق اونها این هستش که چجوری با این قضیه میخوان کنار بیان متاسفانه ایالات متحده در این چهل سال اخیر از زمان آقای کارتر بعد ریگان بعد بوش پدر آقای کلینتون بوش پسر آقای اوباما و الان آقای ترامپ یک سیاست راهبردی کامل جامعه و ماند در مورد ایران نداشته سیاست ها همیشه تاکتیکی و خیلی موضعی بودن که انگار زخمی بوده چسب زخمی ببندیم به به قضیه رو فقط سیاست راه بردی هم سوال اینجاست اگر تصمیم بر این است و اگر تحلیل بر این است که یک همچین حکومتی به صورت ریشه ای و ساختاری با آنچه که ایالات متحده در منطقه میخواد سر سازش ندارد و کاملا به قول معروف به شاخ به شاخ میخواد بشه میشه باش کنار آمد و او رو تقلیل کرد یعنی که میشه با او کنار آمد و با انداختن به قول معروف اون میگن چماق و هویج یا یونجه تر رو درفش داغ من ترجمه ای که از من در آوردی خودم اصلا و آیا بود انداختن هویج جلوی یکی این کشور ساختار شکن حکومت ساختار شکن یه مقداری از تبعات منفیش کاهید ولی هنوز هم نگرش داشت یا اینکه نه کنفیکون کرد و کلا حکومت رو کرد این تجربه به خصوص بعد از عراق خیلی برای ایالات متحده تجربه شیرینی نبوده این رو یه مقداری پای, پای بعضی از سیاست مداران رو روی ترمز گذاشته که به جای دیگه هم میرسیم که الان عملا ایالات متحده به صورت راه بردی میخواد چیکار بکنه با منطقه آیا ایران بی ثبات با جمهوری اسلامی بهتر است اه. ایران نیمه ثابت با جمهوری اسلامی بهتر است اه. یا بی ثبات یا با ثباتی غیر است بدون جمهوری اسلامی بهتر است اینا به اینها هم میرسیم برای که این ها باب جدیدی باز کردین که به نظر من خیلی جالبه ولی از طرف دیگه به همون شکلی که ایالات متحده حضورش و حضور نیروهاش رو در منطقه در قالب امنیت ملیش تو شکلی که شما توضیح دادید توجیه میکنه در این حال کشوری مثل ایران هم امنیتی ملی خودش رو به دلیل حضور نیروهای آمریکا در خطر میبینه که کماکان بارها و بارها هم اعلام کرده یعنی در واقع تمام صحبتاتون اینه که این نیروها اونجا جای ندارن هزاران فرسنگ از جای دیگه اومدن ما اینجا زندگی میکنه و چه لزومی داره که اونا اینجا باشن خب این منفعت یعنی این منافع ملیش و امنیت ملیش رو جمهوری اسلامی امنیت نظام رو اینجور تعریف میکنه به نظر من اتفاقا امنیت ملی یک کشور ایالت یک کشور ساختار مثل ایران که اگر یک حکومت دموکراتی یک روزی داشته باشه که از متحدین اصلیش در منطقه و در خارج از منطقه ایالات متحده خواهد بود به خاطر اینکه از لحاظ بافت اجتماعی و بافت قومی و بافت زبانی و کلا منطقه جغرافیایی که ایران هست یک فرقای بسیار اصلی داره با کشورهای دیگه منطقه که اکثرا به غیر از اسرائیل هم عرب هستن اسرائیل و ترکیه هستن که دو کشور غیر عرب هستن این مسئله اول مسئله دوم این صحبت که حالا چرا حالت متعدد از اون بار دنیا میاد یا نمیاد من بحث اخلاقیش اونجا نمی کنم یک ابرقدرتی هست منافعی داره و اتفاقا اینو میشه بحث کرد میشه مدت ها بحث کرد و خیلی از به قول معروف و متخصصین سر این بحث میکنن که حضور اقتصادی نظامی و سیاسی ایالات متحده در منطقه و در جاهای دیگه دنیا آیا باعث افزایش امنیت شده یا باعث کاهش امنیت شده اگر اینها نبودند ایالات متحده کشتیهاش در دریای چین نبود اگر ایالات متحده کشتیهاش در مناطق مختلف دنیا نبودند و همونطور حضور اون سیاسی نظامی رو نداشت شاید بیشتر بود و نیروهای ساختار شکن میتونستن در امنیت بین الملل، روابط بین الملل و به خصوص آنچه که بسیار مهم است تجارت و تبادل بین الملل اخلال ایجاد بکنن ولی ایران از علت اینکه احساس تهدید میکنه شاید خیلی ملموستر باشه زمانی که امکانهایی برای مذاکره غیر مستقیم ایران آمریکا وجود داشت اگه یادون باشه که از خواستها یا شرطهای ایران این بود که امریکا متحد بشه که امنیت ایران رو تهدید نکنی یا به عبارت دیگه در پی تغییر حکومت در ایران نباشه این حس ناامنی در ایران شاید بیشتر سبب شده که به هر حال احساس تهدید بکنه در منطقه به علت حضور نیروهای آمریکایی برای امریکای اینکه هم تهدید کردن در گذشته خب امنیت شما, این شما فکر می‌کنید این این حس ناامنی در حال حاضر هم در ایران به همون شدت هست که مثلا در زمان بوش بود من میخوام تغییر واژه بدم به خاطر ایران چون من این به صورت حفظ نظام می‌بینم یعنی این این حس تهدیدی است که نظام میکنه بله در اونش نظام جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای آیت الله خامنه‌ای بالاخره ایشون از هیچ وقت دل از آمریکا نداشتن احساس اصلا اعتماد اگر به اروپا ها کم اعتماد هست به امریکا بی اعتمادی کامل داره آقای خامنه‌ای و همیشه هم گفته که پشت این به قول معروف دستمال مخملی مشت چدنی نیسته که من درست ترجمه کرده باشم الان این یک بحث جداست از اون طرف بله جمهوری اسلامی و نظام ایالات متحده رو به عنوان بزرگترین خطر خودش میبینه در دنیا به خاطر اینکه هویتی که جمهوری اسلامی برای خودش تعیین کرده و تعبیر کرده و تعریف کرده یک حکومت هویتی حوو... حوو... ضد امریکایی و ضد اسرائیلی در منطقه اگر بخواید شما با اینها کنار بیاد و سازش بکنید و هویت ضد آمریکاییتون از دست بدید موقع یک ریزش درونی ممکنه داشته باشید و ریزش منطقه‌ای و این علم کردن پرچم ضد ایالات متحده چیزی است که منافع جمهوری اسلامی رو تضمین کرده ولی از اون طرف منافع ملی مردم ایران بسیار صدمه زده شما ببینید که الان کشورهایی که با ایالات متحده در منطقه راه آمدن آیا از لحاظ اقتصادی سیاسی و ثبات بهتر کردن بهتر هستند یا شما نگاه کنید مثلا امارات عربستان سعودی ترکیه حالا اونا بالاخره اختلافات باش داره قطر هر کش... کشورهای منطقه که از لحاظ اقتصادی ثبات دارن و اقتصاد چیز مهمیه مردم باید امدار معاش بکنن اینکه شما حالا به بعضی میان پرچم عجیب و غریب استقلال که اون استقلال هم هیچ معنی واقعا تعریف شده ای ندارد و از اون طرف میگن خب مردم ما سنگ بخورن ولی عوضش ما با فلان کشور و فلان کشور همراهی نکنیم این به نظر من کاملا برخلاف منافع ملی است محتوای صحبت شما اینه که کماکان این حس ناامنی در بین رهبران جمهوری اسلامی وجود داره بدون شک ولی فکر میکنی... چون هم به این قضیه خیلی کمک زیادتری هم نکرده به خاطر اینکه بل... با... حالا فکر میکنیم با رفتن از افرادی مثل جان بولتون که آشکار از تغییر رژیم در ایران صحبت میکرد و خود دولت خودش شخص آقای ترامپ بارها تصریح کرده که ما نمیخوایم نه حکومت بس کنیم در یعنی رژیم چنج به اصطلاح انگلیسیش نمیخوایم بکنیم در داخل ایران شما فکر میکنین که این تهدید تا حدودی ممکنه برطرف شده باشه یا یا فکر میکنین با کشتن قاسم سلیمانی در واقع این یک ورق دیگه ای برگشته یعنی در راستای در چارچوب همون مسئله تغییر رژیم در ایران بوده که این قاسم سلیمانی رو کشتن اگر یادتون باشه آقای بولتون بلافاصله گفت این اولین قدم در راه بله. تغییر رژیمه بله. در زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور بودن آقای اوباما یک رئیس جمهور استثنایی بود از لحاظ اینکه در مقابل ایران واقعا انطاف نشون داد در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میخواست برجام رو بگیره و یک فرصت تاریخی بود برای جمهوری اسلامی که بتونه اگر میخواهند سر میز مذاکره بیان و در مورد مسائل دیگه هم صحبت بکنن بیان میگن که جمهوری اسلامی هیچ وقت یک فرصت رو از دست نمیده که یک فرصتی رو از دست بده این متاسفانه بارها اتفاق افتاده اگر اون زمان رأس نظام و دستن در کاران در اون سطوح عالی نظام به خصوص رهبر و بعد از اونم هم های سپاه اوباما و ایالات متحده رو قابل اعتماد نمیدونستن دیگه الان آب از آب گذشته یعنی آب از سر گذشته آقای ترامپ که اصلا قابل اعتماد نمیدونن به خاطر اینکه هم سیاست های تونتری دارد همین که خب در... درسته که میگه من دنبال رژیم چینج نیستم اما تحریم ها و فشار حد اکثری و کشیدن بیرون از برجام خب خیلی به جمهوری اسلامی فشار آورده و همینطور به مردم ولی بالاخره به مزاج جمهوری اسلامی اصلا خوش ن... ن... نیامده است به اضافه اینکه الان بعد از کشته شدن سلیمانی و بعد از اتفاقاتی که در این چند روز اخیر و چند هفته اخیر افتاده اون سطح, سطح بی اعتمادی به انجماد کامل رسیده یعنی الان میانجیگری های قطر و کشورهای دیگر در سطح این است که فقط تنش ها رو یک کمی از استکاکات نظامی بکاهند اه. نه, اینکه بیان دست دو طرف رو بتونن در دست هم بگذارند اه. خب حالا اگر که مسئله تغییر رژیم در دست، دستور کار دولت آمریکا باشه حالا به اشکال مختلف آیا دولت آمریکا آلترنتیوی هم در مقابل اینها داره؟ بر اساس آن چیزی که به نظر میاد تحلیل اجمع و جامع و اکثریت قول معروف اون متفکرین یا دستن در کاران در سیاست خارجی آمریکا باشه با فقط و فقط با تحریم یا با حمله نظامی محدود رژیم عوض نمیشه شما نیاز دارید به حمله نظامی زمینی که نه تنها ایالات متحده به مردم ایالات متحده به شدت با این قضیه مخالفن حمله نظامی زمینی و اون تجربه که ایالات متحده در عراق دارد رو دوست ندارن تکرار بکنن به نظر من بخوایم یا نخوایم جمهوری اسلامی یک جمهوری یک حکومتی است که یک اقلیتی بالاخره ازش حمایت میکنن و اینطور نیستش که اگر شما فقط آمدید فردا خواستید فشارها رو مضاعف کنید اینا هم در رو ببندن و تمام منافع که در این سال, هی سال داشتن بگن خب تقدیم شما بخوام برن و از اون طرف هم اون چیزی که حکومت نشون داده هر وقت احساس خطر میکنه تا چنگ و دندون وای میسته ولی از اون طرف هم یک ویژگی که داره به خصوص ما که اینجا در غرب نشستیم و میخوایم ببینیم که چجوری میشه با طرف مقابل یا بدبستان کرد یا او رو سر میز مذاکره کشید یا از اون پوان گرفت این است حکومت جمهوری اسلامی خیلی از همه چیز در مورد حیات خودش نگرانه به خاطر همین سر مسائل حتی اصلی مذهبی و ایدئولوژیک هم موقع حیات خودش درگیر باشه کوتاه میاد به قول آقای خمینی میگفت که حفظ نظام از اوجاب واجبات است به خاطر این اگر به اون جایی برسه که مثلا جمهوری اسلامی احساس خطر بکند و احساس بکند که ادامه دادن در این راه باعث سقوطش یا تزلزلش خواهد شد شما میدونید که بالاخره طرف مقابل برای بدبستان برای مذاکره یا برای بالاخره حالا به هر که اسمشو بذارید یک چیزی میتونه بده و بگیره همین بود که بعد از کشتن سلیمانی جمهوری اسلامی دست به یک حمله ای زد که در اون هزینه مشخص بود از قبل هشدار داده بودن سربازا در پناهگاه بودند، کسی کشته نشد به خاطر اینکه هم باید یک انتقامی میگرفت برای مصرف داخلی و خارجی اه. ولی از اون طرف نمیخواست هزینه آنچنان باشه که ایالات متحده دست به یک واکنش مقابل متقابل متقابل بزنه اه. با هزینه بسیار بسیار بالاتر خب حالا در این بحثی که الان داریم سر مسئله این که ایالات متحده چی میخواد از ایران از طرف دیگه ما میدونیم که خیلی معتقدن با رفتن اوباما یعنی امریکا از برجام در واقع تمامی این فشارها و تنشها خیلی بیشتر شد از طرف دیگه نخست وزیر بریتانیا هم صحبت از این میکنه که این قرارداد قرار کنار داد... قرار داد... قرار داد... قرار داد... قرار داد... بذاریم بچسبیم به قراردادی که آقای ترامپ پیشنهاد میکنه آه... که معلومم نیست دقیقا الان چیه ولی بحثش اینه که مذاکره بکنم با آمریکا سر قرارداد جدیدتری که مواردی که آمریکا میخوادم درش گنجونده بشه شما فکر میکنید که با وضعیتی که الان ایران داره یعنی بحرانی که الان به بدنه جامعه حتی به حکومت هم رسیده به علت ساقط کردن هواپیما که افکار اون میرا علیه خود شورنده بدطوری ایران در موقعیتی هست که احیانا تن در بده به مذاکره سر مسئله قرارداد هسته ای با امریکا خیلی بعید میدونم بازم از این موقعی که به خاطر که باز تحلیل بر این هستش که چون رأس نظام و تصمیم گیرندگان اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی در ایران نه تنها آمریکا ستیزم بلکه بی اعتماد هستن شدید و بعد از که آقای ترامپ از برجام بیرون کشید دیگر مذاکره با آمریکا شد سمت ولنم دیگه این بعد از این استکاکات نظامی و بعد از کشش شدن سلیمانی و اتفاقاتی که مفتاده خیلی بعید میدونم که در آینده نزدیک حداقل به صورت مستقیم و علنی نظام و اون رأسش اجازه بده که دستن در کار سیاست خارجی سر میز مذاکره با آمریکا بشینن به نظر من برجام یک معاهده کامل و جامع و مانع نبود ولی در اون مقطعش خوب بود بالاخره میشه سرش بحث کرد و موافقان و مخالفین و خودشو داره و اگر فقط و فقط برای جلوگیری 10 تا 15 ساله از پیشرفت های اتمی هسته نظامی ایران میخواست جلوگیری بکنه این هدف را انجام میداد مشکل اینجا بود که سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه را عوض نکرد و آقای ترامپ که هم آمد از اون موقع در زمان کارزار انتخاباتیش میگفت این یکی از بدترین معاهدات تاریخ است و این حرفا اومد از این کشید بیرون به نظر من اون کشیدن بیرون اشتباه بود اما از اون طرف هم میشه میشه به قول معروف نشست تفسیر کرد که چرا خیلی از تیف های سیاست خارجی به خصوص در حزب جمهوری خواه دیگر آسی شده بودن از دست فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی بعد از اینکه حتی برجام را امضا کرده و فکر میکردن با این با و با اون چیزی که آقای اوباما و تیم دموکراتاش و خیلی زم که خیلی بنده به این خوشبین بودم که شاید بشه رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه بعد از به قول معروف مقداری با اینها نرمش نشان دادن و برداشتن بعضی از تحریم ها ولی توقف برنامه هسته نظامیشون بشه از اونهای مقداری تغییر روش و نشون ها بالاتر بالاتر گرفته الان امه. و ما به جای رسیدیم که متاسفانه استقاقات نظامی شد و الان مسئله اصلی این است که در آینده نزدیک به احتمال خیلی زیاد دو طرف سر میز مذاکره مستقیم نخواهند آمد مگر اینکه اتفاق بزرگی بیفته. امه. به خاطر من از طریق, از طریق میان... میانی ها مردان, مردان و زنان میانه اه. یا به قول معروف چه میگن؟ ده... اصطلاح فارسیش میانجیگری جیگر. میان از طریق اونها بتونن سعی بکنن که استقاقات رو کم بکنن اه. و فعلا در این, مد... در این مرحله هستیم آها یعنی اگر که نظام جمهوری اسلامی ایران خودش رو در موقعیت بسیار بحرانی ببینی که فکر میکنه در خطر نابودیه آیا فکر میکنین بر اساس همون صحبتی که بیشتر کردین و همون اینکه به صلاح حفظ نظام ممکن احیاناً تن به یک نرمش قهرمانانی به احتمال, احتمال داره ولی احتمال داره ولی از اون طرف هم بعضی موقع اگر نظام خیلی متزلزل بشه و نیاز پیدا کنه به اون حمایت اصلی ترین حامیاش که یک خواستگاه ضد آمریکایی هم داره بعد موقع سر میز مذاکره نشستم با اونها عملاً مزید بر علت میشه که اونجا متزلزل تر بشن به قول یک ز... چاتسکی فکر کنم میگه میگه که به یکی از بدترین موقع برای حکومت ها برای اصلاح کردن موقع ضعف قبل از انقلاب شاه ایران در موقع ضعف اومد زنانی سیاسی رو آزاد کرد اصلاحات کرد خب هر وقت که شما البته نمیگم این درسته فقط به عنوان یک حالت ریل پالیتیک به عنوان یک چیزی که موقعی که معمولا نظام ها میخوان سر نظام که موفق بودن سر حکومتشون بمونن نظام های استبدادی بحران داشتن سرکوب مطلق کردن سرکوب که اونجا بخواد اصلاح بکنن که و این بحث فقط بحث این نیست بحث نیست که به خاطر اینکه اگر بحران عجیبی ایجاد بشه شما نیاز دارید که برگردید به اونهایی که برای شما حاضرن سرکله بشکنن و خودشون هم سر بدن اگر بیاد موقع سر میز مذاکره با شیطان بزرگ هم بشنوید ممکنه که خیلی از اونها رو از خود به قول معروف برنجانید و دیگه وفاداری تامون ها رو نداشته باشید خیلی متشکرم آقای آرش آرامش شرکتون در برنامه ممنون شما بسید.